سلام دوستان، به کانال زن روز خوش اومدید. لطفاً قبل از هر چیز ما رو سابسکرایب کنین، زنگوله رو فشار بدین تا از پست‌های بعدی ما هم با خبر بشین. همراه من باشین تا مروری داشته باشین به زندگی خانم بهار غلام حسینی، معروف به الهه، خواننده ایرانی که نزدیک به 50 سال در عرصه موسیقی ایران فعالیت داشت و از آهنگ‌های معروف ایشون هم میتونیم به رسوای زمانه اشاره کنیم. خانم الهه، خواننده معروف ایرانی با نام اصلی بهار غلام حسینی، نزدیک به 50 سال در عرصه موسیقی ایران فعالیت داشت و از آهنگ‌های معروف ایشون میتونیم به رسوای زمانه اشاره کنیم. الهه خواننده ایرانی متولد 3 اردیبهشت ماه 1313 در محله باغشاه تهران، از کودکی به خوانندگی علاقه داشت، اما خانواده اون در اون زمان چندان رضایتی به آوازخونی دختر خودشون نداشتن. به همین خاطر الهه معمولاً به صورت پنهانی تو اتاق برای خودش آواز میخوند. ایشون در بهمن ماه 1333 با خیرالله یگانه، از متمولین و روشنفکران اون زمان، ازدواج کرد که حاصل این ازدواج 5 با نامهای فرید، داریوش، شاهرخ، برزو و آویشه میباشد. همسر خانم الهه که از خانواده‌های بزرگ و اصیل لور بود، از هنرش حمایت کرد و تو موفقیتش سهم زیادی داشت. خانم الهه بعد از مدتی از طریق پرویز خطیبی به مجید وفادار معرفی شد که تو همسایگی خونه پدری الهه زندگی می‌کرد. بعد هم از طریق داوود پیرنیا وارد عرصه موسیقی شد. الهه از شاگردان عبدالله دوامی، استاد بزرگ ردیف موسیقی ایران، و غلام حسین بنان از خوانندگان نامدار موسیقی سنتی ایران بود و در سن 27 سالگی صدای الهه مورد توجه داوود پیرنیا، تهیه کننده برنامه گلها تو رادیو ایران قرار گرفت. برنامه گلها جزو برنامه‌های اصلی موسیقی تو رادیو به شمار می رفت و خاص موسیقی سنتی بود. اگه کونونو بارا، اگه قایق تلارا، بگیره واسم دیاره، همه رو برام بذاره. نخستین پخش رسمی صدای الهه با نام پریچهر به پیشنهاد مجید وفادار تو فیلم مردی که رنج می برد بود که تو سال 1336 اکران شد. الهه با اجرای ترانه رسوای زمانه که شعر اونو بهادر یگانه سروده بود، با آهنگسازی همایون خرم به رادیو راه پیدا کرد و به مدت 15 سال از خوانندگان اصلی برنامه گلها بود. بیشتر ترانه هایی که با صدای الهه اجرا شده از ساخته های همایون خرمه. از جمله معروف‌ترین اجراهای الهه ترانه از خون جوانان وطن لاله دمیده، ساخته و سروده عارف قزوینی بود که روح الله خالقی این ترانه رو برای ارکستر بزرگ تنظیم کرد و با صدای الهه اجرا شد. تو سالهای بعد الهه ترانه هایم به صورت پاپ اجرا کرد، اما بیشتر به عنوان خواننده سنتی مطرح و معروف بود. ترانه رفته ساخته همایون خرم هم یکی از ماندگارترین آهنگای خانم الهه است. ایشون نزدیک به 50 سال در زمینه موسیقی ایران فعال بود و بیشتر از 100 قسمت از مجموعه قدیمی و معروف برنامه گلها رو تو رادیو ایران اجرا کرد. اون در طول فعالیت هنری خودش بیش از 700 ترانه اجرا کرد. الهه تو بیشتر برنامه‌های موسیقی رادیوی زمان خودش حضوری فعال داشت. در دوران خوانندگی خود با آهنگسازان مطرحی چون پرویز یاحقی، همایون خرم، محمد عبدالصمدی و جواد لشکری و تعداد زیادی از شاعران و ترانه‌سرایان مشهور همکاری داشته. با شروع انقلاب در ایران که پخش برنامه گلها متوقف و خوانندگی زنان ممنوع شد، الهه ابتدا به لندن نزد فرزندانش رفت و بعد به آمریکا مهاجرت کرد.
وی در خارج از ایران گاهی کنسرت اجرا میکرد و تو این مدت تنها آلبومی که منتشر کردن با نام ساقی بود که یکی از قطعات معروف اون ترانه رفته میباشد، هرچند که موسیقی سنتی ایران در خارج از کشور چندان مورد توجه نبود. خانم الهه یکی از مهمترین خواننده های تاریخ موسیقی ایرانه که با صدای زیبای خود خیلی از آوازه سنتی، پاپ، جاز رو به شهرت رسونده. صدای الهه اونقدر دلنواز بود که داوود پیرنیا، بنیانگذار و مدیر برنامه گلها تو رادیو ایران، الهه رو برای مدیریت این برنامه انتخاب کرد. صدای الهه بیشتر از خوانندگان دیگه تو برنامه گلها پخش شد. تو اردیبهشت‌ماه سال 1386 خانم الهه برای همیشه به ایران برگشت و سرانجام به دلیل سرطان کبد در روز چهارشنبه 24 مرداد ماه 1386 در سن 73 سالگی در بیمارستان پارسیان تهران درگذشت و در آرامستان شورکاب لواسان دفن شد. از معروفترین آلبوم ها و ترانه های ایشون میتونیم به ترانه بزم، بی رقیب، کبوتر من، ساقی، یک شاخ گل، رسوای زمانه، خدا حافظه جوانی و از خون جوانان وطن لاله دمیده اشاره کرد. روحشون شاد و یادشون ماندگار. دوستان عزیز، ممنونم که تا پایان این ویدیو هم همراه من بودین. اگه تا به حال عضو کانال ما نشدین، لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنین. زنگوله کنارش هم لمس کنین تا از پست‌های بعدی ما با خبر بشین و با لایک و کامنتتون ما رو حمایت کنین. کوچولوی زردم قناری، ای دوای دردم قناری، پرنده خوشگل من، محرم راز دل من، چرا بیقراری قناری، عاشق بهاری قناری. Thank you.